درخواست از دادستانی کان مولوی انصاری را تحت پیگرد قانونی قرار دهید. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، باز هم خوش آمدید به یکی از ویدیوهای کانال دیلی پرس. تقاضا می نماییم که تا آخر این ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید. اطلاعات روز: شماره از شهروندان کشور با امضای دادخواستی از دادستانی کل کشور خواستند که در مورد صلاحیت‌های قانونی و رسمی مولوی مجیب الرحمن انصاری، ملا امام مسجد گازرگاه شریف در هرات، در ایجاد اداره تحت عنوان امر بالمعروف و نهی از منکر تحقیق نمایند. این دادخواست عنوانی محمد فرید حمیدی، دادستان کل، عبدالبصیر انور وزیر عدلیه و محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کشور ثبت و امضا شده است. در این دادخواست آمده است که صلاحیت ها و عملکرد های مولوی انصاری در ایجاد اداره امر به معروف و نهی از منکر بر اساس قوانین رسمی کشور تعریف نشده است. بر اساس این دادخواست، اداره امر به معروف و نهی از منکر شهروندان کشور را به مجازات تهدید کرده است. امضا کنندگان این دادخواست همچنان برخورد قانونی و منصفانه با مولوی انصاری را وظیفه و مسئولیت مشترک رهبری حکومت، قوه قضاییه، نهادهای تطبیق کننده قانون و دادستانی کل دانسته و از آنها خواستند که برای پاسداری از حاکمیت قانون و ممانعت از هرج و مرج در جامعه هرچه سریع‌تر در این زمینه اقدام نمایند. در بخش از دادخواست آمده است: مطابق به قوانین افغانستان، همه شهروندان و مقامات باید در برابر قانون به طور یکسان پاسخگو باشند. اعراب و مجازات خودسرانه و غیرقانونی شهروندان به بهانه های مختلف، از جمله به بهانه نقض حدود شرعی، تحت هیچ شرایط قابل قبول نیست و در تضاد آشکار با قانون اساسی افغانستان قرار دارد. این در حالی است که اخیراً مولوی مجیب الرحمن انصاری، ملا امام مسجد گازرگاه شریف در هرات، با نصب تابلوها در اطراف گازرگاه به حجاب زنان پرداخته است. در این تابلوها که از آدرس اداره امر به معروف و نهی از منکر مسجد گازرگاه شریف نصب شده، گفته شده است که بدحجابی زن از بیغیرتی مرد است. زنان با حجاب مرزبانان شرف مردها اند. نصب این تابلو با واکنش های گسترده در شبکه های اجتماعی همراه شد. به دنبال واکنش ها، مولوی انصاری در یک نشست خبری در هرات از موضوع هایش دفاع کرده و از گسترش فعالیت هایش خبر داده است. این در حال است که مقام های امنیتی ولایت فاریاب گفتند که گروه طالبان 6 عضو یک خانواده را شب گذشته در ولسوالی اندخوی این ولایت به گلوله بستند. غیب الله سادات، فرمانده پلیس فاریاب، روز یک شنبه 19 جنوری 29 جدی با صدای امریکا گفت: زنان و کودکان شامل قربانیانند. او گفت که این رویداد نیمه های شب گذشته توسط قطعه سرخ گروه طالبان صورت گرفته است. فرمانده پلیس فاریاب افزود: 6 عضو یک خانواده در ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب به شمول 2 مرد، 3 زن و 1 کودک جان باختند و 1 زن و 1 کودک دیگر در اثر تیراندازی جنگجوی طالبان زخمی شدند. تاکنون انگیزه این رویداد روشن نیست، اما فرمانده پلیس فاریاب حدس می‌زند که این خانواده ممکن به دلیل رفت و آمد زیاد به مرکز شهر مورد حمله طالبان قرار گرفته باشند. مقام‌ها در فاریاب گفتند که این اعضای خانواده در روستای خانقاه ولسوالی اندخوی این ولایت زندگی میکردند که این روستا از چندین ماه بدین سو در کنترل گروه طالبان قرار دارد. از سوی هم یک منبع محلی در ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب که از گرفتن نامش در گزارش خودداری کرد، با صدای امریکا گفت که پیش از این یکی از اعضای این خانواده عضویت گروه طالبان را داشت که به تازگی صفوف این گروه را ترک نموده بود. فرمانده پلیس فاریاب همچنان از کشته شدن 3 عضو برجسته قطعه سرخ طالبان که به گفته وی در قضیه اخیر دست داشته اند خبر داد.
اما گروه طالبان دست داشتن در کشتن اعضای این خانواده را رد نمودند. و حالا گزارش ها حاکی از آن است که 5500 شکایت استینافی نزد کمیسیون شکایات انتخاباتی به ثبت رسیده است. از سوی هم زرمینه حقچو کاکر گفت که روند ثبت شکایات استینافی فردا دوشنبه نیز ادامه می‌یابد. زیرا به گفته او فیصله های شماری از ولایات به تاریخ 25 جدی ابلاغ شده است. او تاکید کرد که امکان افزایش آمار شکایات استینافی نیز وجود دارد. با گزارش اطلاعات روز، کمیسیون مستقل رسیدگی به شکایات های انتخاباتی می گوید که تا کنون در حدود 5500 شکایت استینافی نزد این کمیسیون به ثبت رسیده است. زرمینه حقجو کاکر از سخنگویان کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی امروز یک شنبه 29 جدی با روزنامه اطلاعات روز گفت که این تعداد شکایات استینافی توسط 3 تیم انتخاباتی به رهبری محمد اشرف غنی، عبدالله عبدالله و گلبدین حکمتیار به ثبت رسیده است. هرچند خانم کاکر مشخص نکرد که چه تعداد شکایات مربوط کدام تیم مشخص می شود، اما نور رحمان اخلاقی رئیس بخش نظارت و جلوگیری از تقلب تیم ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله گفته است که این تیم 4370 شکایت استینافی را در کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی ثبت نموده است. از سوی هم زرمینه حقجو کاکر گفت که روند ثبت شکایات استینافی فردا دوشنبه نیز ادامه می‌یابد. زیرا به گفته او فیصله های شماری از ولایات به تاریخ 25 جدی ابلاغ شده است. او تاکید کرد که امکان افزایش آمار شکایات استینافی نیز وجود دارد. بر اساس قانون، تیم‌های انتخاباتی حق دارند 3 روز پس از ابلاغ تصامیم دفاتر ولایتی کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی، اعتراضاتشان را نسبت به این فیصله‌ها به ثبت برسانند. کمیسیون مرکزی رسیدگی به شکایات انتخاباتی در خلال 15 روز پس از ثبت شکایات به آن رسیدگی خواهد کرد. روند رسیدگی به شکایات روز دوشنبه هفته گذشته در ولایات کشور به پایان رسید. کمیسیون مستقل رسیدگی به شکایات‌های انتخاباتی اعلام نمود که از مجموع 16545 شکایت ثبت شده نزد این کمیسیون 9866 شکایت به دلیل موجه نبودن و عدم ارائه مدارک رد شده است. زهره بیان شینوار رئیس کمیسیون رسیدگی به شکایات‌های انتخاباتی روز سه‌شنبه هفته گذشته در یک نشست خبری همچنان گفت که پس از رسیدگی به شکایات آرای 5316 محل در 21 ولایت نیز به بازشماری راجع شده است. با تشکر که تا این دم با ما همراه بودید. تا ویدیوهای دیگر خدا نگهدار.